سلام به همگی، میسیز ریپورتر هستم. به ایران تودی خیلی خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون که امروز هم همراه ما هستید و ما رو میشنوید. لطفاً قبل از شنیدن خبر امروز ما رو سابسکرایب بفرمایید و همراهیمون کنید. امروز میخواییم راجبه 10 ماده غذایی چربی های اضافی تان را به آتش میکشند با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. اگر از چربی‌هایی که زیر پوستتان جا خوش کرده اند خسته شده اید و می‌خواهید خوش اندام‌تر باشید، باید بدانید چاره کار در نخوردن و سختی کشیدن نیست. شما باید به فکر تغذیه سالم و داشتن تحرک بدنی باشید. البته باید بدانید هیچ ماده غذایی یا روش معجزه‌گری وجود ندارد که یک شبه شما را به هدفتون برسونه. رسیدن به وزن ایدئال نیاز به اراده و برنامه ریزی درست داره. این مواد غذایی چربی بدنتان را می سوزانند. در اینجا مواد غذایی مفید که به چربی سوزی و خوش اندامی شما کمک زیادی می کنه معرفیتون می کنیم. اولین مواد غذایی دارچین. برخی مطالعات نشان می دهد که دارچین سطح قند خون را تثبیت می کند و اشتها را به خصوص در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 مهار می نماید. فلفل تند حاوی یک ماده شیمیایی به نام کپسایسین است که برای جلوگیری از اشتها و افزایش سرعت سوخت و ساز بدن مفید به نظر می رسد. چای سبز. این مواد غذایی چربی بدنتون رو می سوزونه. کاتچین موجود در چای سبز به از دست دادن وزن و تحریک بدن برای سوزاندن چربی کمک می کنه. روزانه 4-6 فنجان چای سبز به علاوه 180 دقیقه ورزش هوازی در هفته به از دست دادن چربی کمک زیادی می کنه. گریپ فروت خاصیت چربی سوزی جادویی نداره، اما به شما در داشتن احساس سیری کامل کمک میکنه و دلیلش هم این است که گریپ فروت حاوی فیبر محلول است و طول میکشد که هضم شود. یک لیوان آب گریپ فروت قبل از خواب اگر میل کنید احساس سیری میدهد و شما کالوری کمتری در طول غذا خوردن دریافت میکنید. هندوانه خوراکی‌های غنی از آب فضای بیشتری از روده را اشغال می‌کند و سیگنال‌هایی در بدن ایجاد می‌شود که غذا به اندازه کافی دریافت شده است. بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات خام سرشار از آب و مواد مغذی و البته کم کالری هستند. گلابی و سیب. این دو میوه نیز حاوی آب فراوان و فیبر هستند و به احساس سیری کمک می کنند. تخم مرغ. برای لاغری باید میزان کالری های دریافتی تان را کاهش دهید، اما به پروتئین نیاز مبرم دارید. تخم مرغ هم یکی از منابع طبیعی پروتئین است. مطالعات نشان می‌دهد افرادی که رژیم غذایی سرشار از پروتئین دارند، یعنی 40% پروتئین، 30% کربوهیدرات ها، بعد از یک سال به میزان 38% چربی بیشتری نسبت به افرادی که کربوهیدرات های بیشتری مصرف می‌کنند، یعنی 55% کربوهیدرات و 15% پروتئین از دست داده و لاغرتر شدند. میرسیم به خشکبار، گردو و بادام و کلن میوه های صدفی یا پوسته دار باعث آب شدن چربی های دور شکم میشوند. متخصصان حوزه تغذیه معتقدند که مغزها و کلن میوه های پوسته دار تأثیر مثبتی روی تناسب اندام دارند، به شرطی که در مصرف آنها زیاده روی نکنید. دلیلش هم این است که این میوه ها سرشار از فیبر،
پروتئین و چربی‌های مفید هستند که قادرن حساسیت بدن رو نسبت به انسولین بالا برده و به کاهش وزن کمک کنند. ماهی آزاد. به عقیده محققان اومگا 3 ماهی باعث کاهش توده چربی بدن میشه. البته تا کنون به درستی مشخص نشده این اسیدهای چرب با چه مکانیزمی به کاهش چربی ها کمک میکنه. محققان در جریان بررسی های خود مشاهده کردند که اومگا 3 با اشتهای زیادی مقابله میکنه و تا 2 ساعت بعد از مصرف ماهی های سرشار از این اسیدهای چرب گرسنگی به سراغتون نمیاد. و اما در آخر میرسیم به شیر کمچرب و کلن لبنیات کمچرب. نتایج بررسی های متعدد نشان میدهد که کلسیوم یک تأثیر اساسی روی سلامت بدن داره. محصولات لبنی مانند شیر، پنیر و همچنین ماست منبع فوق‌العاده کلسیوم هستند. خب مردم عزیزم، مردم جانم، خیلی ممنون که امروزم همراه ما بودید و با ایران تودی ما رو همراهی کردید. لطفاً ما رو سابسکرایب بفرمایید، همراهیمون کنین، کامنت برامون بذارین، بهمون انرژی های مثبت بدید. لطفاً هر چه که انتقاد و پیشنهاد دارین توی کامنت ها برای ما بنویسین و کلاً ما دوست داریم که شما به ما بگین دوست دارین راجع به چه موضوعاتی براتون خبر آماده کنیم و به سمع و نظرتون برسونیم. مردم عزیزم، مردم جانم، لطفاً ما رو در یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک هم همراهیمون کنید. برامون کامنت بذارین، بهمون بازم میگم انرژی مثبت بدید. لطفاً همراه ما باشید و همراهیمون کنید. مراقب خودتون، دلای مهربون باشید. براتون از خداوند سلامتی خواست داریم. مراقب خودتون خیلی باشین و فراموش نکنید که ما کلی دوستتون داریم. تا خبرهای بعد، بدرود مردم جان.